من یه پرنده آرزو دارم، تو با غم باشی، تو با غم باشی. کجا زوم کنم؟ دایی فرشته رو پیدا کن. فرشته بیا. دایی نه ببین برو یکم پایین تر، نه آها پایین تر بیشتر تون بزن، نه ولش کن بده به من، اصلا بده دست خودم. آها شوشه که آه شو بله سلام عرض میکنم خدمت همه شما برای بچه های نیک آپارات، برای بچه های توییتر. اینجا توییتر هستش، بندم استاد جاجو. همون که میبینید شرایط به صورت کرونایی هستش و خب بالاخره شما اومدید در منزل استاد جاجو. منم یه سری عرازل محل رو جمع کردم اینجا، بالاخره نشستم بیننده و اونجور نگام نکنه وزه بازی نوشرتم. بله خیلی خب، اجازه بدید که بریم سراغ برنامه. همین ابتدای برنامه باید عرض بکنم که برنامه طنز فاخر و شریف توییچر در سال 1398 جزء سه برنامه پربیننده سایت آپارات شد. خواهش میکنم. بله اما همونطور که میدونید ما در جهان و در کره زمین در واقع درجه یک و حرف اول رو میزنیم. حالا بالاخره اینا یک سری آمار داخلی هستش و نکته بعدی رو که باید عرض بکنم اینه که همکار بنده خانم فاطمه صادقی، این مجری این برنامه چیشی علی سایدی؟ ها؟ همون اینستا متازون. متاسفانه ما مطلع شدیم که ایشون کرونا گرفته، ایرادی هم نداره. بنده از همون اول گفتم که استاد جاجو باید بیاد اون برنامه رو اجرا بکنه. حالا فرصتی شد که از هفته بعد بنده رو در اون برنامه هم خواهید دید. البته من خیلی به تهیه کنندگان اون برنامه گفتم که آقا اگر کسی رو میخواید بیارید اینو نیارید، فقط تنوز طباطبایی رو بیارید، بهنوش طباطبایی رو بیارید، چهار تا از اینا رو بیارید، آزادی نام دارید، نه مجده لباسالی رو بیارید، اصلا آدم روش اینا رو میره تازه میشه. حالا امیدواریم که این مجری خدوم و زحمتکش اون برنامه بی خود حالش هر چه زودتر خوب بشه و ما ایشون رو در عرصه اجرا ببینیم. بریم سراغ توییتاتون. بله دلاوری از افسریه، ببین از همون اول شروع کردی سر شوخی رو داری باز میکنی. دلاوری از افسریه یه عکس توییت هولی داگرس رو گذاشته با اون آفتابه فوق‌العاده زیبا و نوشته با توجه به کمبود دستمال توالت در کشورهای غربی، برخی از صاحب نظران آنها توصیه به استفاده از آفتابه نمودند. ببین بله کجان اونهایی که میگفتن تلفن پاناسونیک و این حرفا روی میز رئیس جمهور آمریکاست، الان این قرمز بی بدیل ایرانی اون آفتابه درجه الان این رو میز رئیس جمهور آمریکاست. من میدونم چهار صباح دیگه به این نتیجه خواهند رسید که اون دستشوی زنده این پرس نکن همون محل ارتباط با فضایی ها بده، ما میدونیم ولی اونا رو بعدن میفهمن. بله محسن ادراکی همین عکس رو گذاشته از تلموش و نوشته الان طوری شده که اگه تو آمریکا یه دستمال توالت بزنی سر قلاب میتونی چند تا آمریکایی شکار کنی. بله نیم فتامینی هم توییت کرده نوشته جدی به خاطر کمبود دستمال توالت تو آلمان دارن به مردمشون استفاده از آفتابه و شیلنگ تو دستشویی یاد میدن، کلاس آنلاین استفاده از آفتابه، اینا چجوری میخوان یاد بگیرن؟ ما که با آفتابه بزرگ شدیم هنوز نمیتونیم درست نشونه گیری کنیم، همه جا آب میریزه جز اونجایی که باید. ببین عزیزم شما رمز رو نمیدونی، رمزش استاد جاجو یادت میره. شما باید آفتابه رو نمیخواد این ور اون ور بکنی سرشو، شما آفتابه رو میگیری خودت رو شروع میکنی این ور اون ور که آب میفته اونجا حال میکنی بهتره. بله و این مسئله را می توان در دیگر کشورهای اروپایی که تعداد مبتلایان به ویروس کرونا انگشت شمار هست را نیز. یکی از ملزومات فصل کرونا
همین کلاس های آنلاین هستش که شما عزیزای دلبند من دارید درش شرکت میکنید و بعضا دیدم که میپیچونید ملائین، من خدمت شما خواهم رسید. در همین زمینم نشستی تو خوناتو الاف و بیکار دیگه توی توییتر دارید ول میچرخید. حشمت کرایست توییت کرده تو کلاس مجازی میخواستم با رفیقم حرف بزنم نمیشد، به بهانه تاراش کردن رفتیم کنار سطح آشغال ویندوز حرف زدیم. ببین احسان علی خانی بیشرف کجایی تو؟ مرزهای کمدی رو با یک توییت جابجا کرد. یعنی انقدر ما خندیدیم تمام تیم برنامه تویچت همه کهیر زدن. علاوه بر کرونا ما کهیرم حالا باید درمان بکنیم. خیلی لوس و بیمزه دیگه، بیش از این من اجازه ندارم حرف بزنم. بله، ماهی سیاه کوچولو عزیزم توییت کرده، نوشته جای آبجی میرم کلاس مجازی و پاسخ سوالای استاد رو میدم و نمره براش درو میکنم. چقدر من به بابام گفتم که بابا جان بذار من برم استاد دانشگاه بشم. چقدر شما تو تبلیغاتتون گفتین به جای اینکه برید سر کلاس استادو بیارید به خونه. الان من اومده بودم تو خونه شماها کنار همتون میشستم با هم عشق و صفا میکردیم حال میکردیم. اگر این نبود الان وضع من این نبود، شما جای من بودیم من جای شما بودم. بله، شمایل هم گفته، شمایگل سمایل گفته که از خوبیای کلاس مجازی اینه که عین اینکه هدفون تو گوشت هست میری قهوه درست میکنی، کرم میزنی رو صورتت با یه روژ. ببین این سوسول بازی ها برای شما دخترها هستش، ما پسرها از این سوسول بازی ها نداریم. ببین ما که کلاس آنلاین میشه بالا تنه همه خیلی مرتب و اینا، پایین تنه تمام شورت تقبی آبی از اینا که یه چیزی هم داره، این علامت لنگر هم این کنارش هستش، همه میشستن که باد بهاری هم داره میخوره و این زانون هم داره میخارونه، سیر میخارونه، این موهای زائد داره برای خودش این برانور میشه. اصلا یه فضایی که نمیفهمید شما، اصلا متوجهش نمیشید. مخصوص ما سوسول بازی ها چیه؟ والا بله. علی هم یه ویدیو گذاشته نوشته چگونه کنفرانس های آنلاین و کلاس های مجازی را بپیچونیم. برید ببینید بیاید. Okay, everybody, we'll begin with presentations, and Zach, you start us off. So, for my presentation, Wi-Fi. All right, Zach, your signal's breaking up. I'm sorry. Morgan, let's go on to your presentation. بله. هانیه هم توییت کرده نشه ساعت 8 صبح کلاس مجازی، استاد میگه بچه ها استراحت کنید من برم زیر گاز رو خاموش کنم، چیزی هم مونده که ما نبینیم. ببین واقعا به نظر من ابهت استاد واقعا ریخته. والا استاد با شلوار ماماندوز، شورت ماماندوز نشسته وسط کلاس داره. کجاست اون روزی که ما هممون داشتیم به خشتک پاره استاد حکیم پور میخندیم؟ درست میگم استاد ملک پور علی ساده؟ درست میگم من؟ شما خاطرات خوشی داری از استاد ملک پور؟ بله. سما بدون همزه هم گفته یعنی تو کلاس مجازی خرخونا نزدیک لپتاپ میشن و با تمام وجود گوش میدن؟ نه اصلا از این خبرها نیستش، اینا شکل کاره. من الان کارشناس مملکت براتون یه چیزی میگه، عشق کنید، یاد بگیرید، در زندگی به کار بگیرید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دانش آموزان، دانشجویان عزیز که این روزها به خاطر کرونا دارید بالاخره آموزش مجازی میبینید. عرض شد که خیلی از شما دوستان عزیز من از من خواستید که استاد بیا به ما یاد بده راههای در رو از آموزش مجازی رو. یاد داشت بفرمایید، قلم و کاغذ بیارید، چون بعد تکرار نمیکنم، نه جورش دارم نه حسش نه بقای عمرم. خب یاد بگیرید راه اول این هستش که شما که وارد آموزش مجازی شدید، وارد همون لینک و کانال آموزش مجازی شدید، بگید که استاد ببخش ما اینترنتمون به خدا ضعیفه، اصلا ما همه صدا رو تقطی شده میشنویم، اصلا این هی میریم هی میایم. بعد که اینو گفتید از محیط مجازی اومده بیرون همون لحاف بکشید سرتو بخورید. راه دوم این هستش که این جمعی هستش، تمام دانش آموزان و دانشجویان عزیز به صورت همزمان باید بگن استاد به خدا صدا داره قطع میشه یا صدا نویز داره. این تموم میکنه کار استاد محترم رو. استاد میگه خیلی خوب بچه‌ها، حالا صدای من اگر میشنوید، الان صدای منو میشنوید، شما باید بگید نه. بگید حالا چی؟ شما بگید حالام نه. بگید اگر نمیشنوید پس چطور؟ بگید که
آقای فردوسی پور شما دنبال چی هستی؟ آه نه اون برای یه چیز دیگه بله ولی بله نه جدن این راه پویا و کارهای راه سوم هم خدمت شما میتونم بگم این هستش که برادر خواهر کوچک اگر دارید گوششون مثل سگ بگیرید بشونید جلوی محیط مجازی بگید برو درس بخون اون میاد جای شما حضور میزنه جای شما مسئله حل میکنه من تو این یه خطری که داره این هستش که ممکن اتفاقی برای برادر خواهرتون بیفته مثلا برادر کوچک بنده من چند روز پیش اومد جای من نشست محیط مجازی چند روز پیش دیدم که دست و دست استاد خانومم تو بارک بهسد داشتن با هم دیگه میرفتن اینو باید حواستون جمع باشه استاد در خدمت شماست آموزش مجازی با استاد ببین کارشناس رو ببین حرف حساب اصلا لذت میبره آدم روحش تازه میشه این کارشناس مملکت رو ببینه بعد عرض به حضورتون که این سریال پایتخت در ایام نوروز پخش میشد شما که معطلید دیگه همین معطلید میبینید کی چی میگه بیاید توییت کنید زر 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 توییت کنید زر زر توییت کردید راجع به این سندروم دست بیقرار مثلا حسن توییت کرده نوشته سندروم زبون بیقرار دارم حرفی که توی ذهنم میاد اگه نگم میترکم زبان سرخ سر سبز میدهد برباد مجید فراهانی هم یه ویدیو گذاشته نوشته که سندروم دست بیقرار فقط این ببین بیای تصمیم گرفتیم نه اصلا مطرح شده این زایده شماست بله اینجوری هاست بله با هنری توییت کرده نوشته یک سندروم هم داریم به نام درب یخچال بیقرار یعنی امکان نداره روزی چند بار محتویات خالیشو چک نکنی البته این سندروم از اپیدمی رد شده و کل مردم جهان درگیرش هستن در برخی موارد هم کشته داده بازم خدا رو شکر کنید اوضاع خیلی خیته ما یه چیز دیگه داریم به اسم سندروم پدر بیقرار اونجوری هستش که شما دو مرتبه این کار رو انجام بدی پدر چنان میگیره میزنته صدای گراز بدی بله. سجادم نوشته چی میشد یکی تو هیئت دولت سندروم دست بیقرار داشت اتفاقا یکی از اعضای محترم هیئت دولت هم همین سندروم دست بیقرار داره به زور جلوشو گرفتن امیر حسین جان یه سند غیر قابل انکار رو کن عزیز من ببینید اینجا وزیر ماست به مردم قول میده دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت دایی یه ذره منم بخارم دستم بنده الان بخارم دیگه نه نمیتونم میام بیرون خیلی خوب کجا تو بخارونم خوبه بسه خیلی بله عزلت توییت کرده نوشته داشتم سیگار میکشیدم یهو بابام اومد گفت بالاخره مچتو گرفتم لیتل شد گفتم بابا من سندروم به دست بیقرار دارم دستم خودش سیگار برمیداره همینجوری که داشت آسیناشو میداد بالا گفت عزیزم میدونم منم مهسا شمس هم این عکسو گذاشته یه یادآوری کرده از برخورد بسیار نرم و مهربانانه و ملیح آقای آخوندی وزیر سابق با یک خبرنگار از خدا بیخبر و نوشته سندروم دست بیقرار فقط این بله دایه ها بابا پختیم دیگه این تخمو بده بریم چیو بده بله بالاخره رسیدیم به یکی از پرطرفدارترین و گیراده حتی کل برنامه گیرا هست این اصلا یه سری طرفدار خاص خودشو داره اهدای تخم جاجو به در واقع تخم مرغی ترین اتفاق شخصیت و حادثه این تایم گذشته و زمانه گذشته این هفته تخم جاجویه این هفته میرسد نه سب کن ببین توی این مدت گذشته که ما نبودیم خیلی ها مستحق گرفتن تو بودن عزیز من خیلی از مسئولین ما حتی خیلی از مردم ما ولی خب حالا چیز از ارزشاشون کم نمیشه این هفته تخم جاجوی این هفته میرسد به اسطوره شلکن سفکن ایران خوشگل مشکلا آره باحال باحالا گوگلی مگوری بلای بلاها خوب ایران گلهای گل گلهای گل حسن روحانی نه جان تشریف برای دیگه هفته چون میکرد یه هفته سفت کرد تشریف من این گفتم با فقط سفتش کنیم سود میکرد سفت حالا بگذارید بلی کنی حتا رو بله این هفته تقدیم میشه شما به رئیس جمهور آقای روحانی عشقش ببر حالش ببر صفحش ببر تا برنامه بعدی هفته آینده توییچر بعده
بعدی چرا؟ بعدی همه تونو به خدای مهربون میسپارم، برید از خونهاتون در نیاد، بشید تویچر ببینید، 24 تویچر ببینید، نرید سفر، نرید بیرون، میام چیز میکنم. آره خداحافظ. ها دای سوتی دادی اول جان دادم که دادم خوب کردم چی نگاه میکنی برو دیگه.